سلام، من فراز هستم و اینجا پارسی تیوی. این بار به ماجرای فوت منوچهر وثوق و وصیت عجیب این بازیگر قدیمی میپردازیم. اما قبل از هر چیز، در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کنارش کلیک کنید. ودا با بازیگر قدیمی و مشهور سینمای ایران که به تازگی فوت کرده و در انگلستان درگذشته، بازتاب حوادث و اتفاقات عجیبی بود. وصیتی که او کرده بود بعد از مرگش با تعجب هنرمندان وداع عجیبی بود. منوچهر وثوق، بازیگر قدیمی سینمای ایران، روز یکشنبه 8 اسفند در 78 سالگی در لندن درگذشت. منوچهر وثوق متولد سال 1322 در تهران، ابتدا به دلیل ظاهر و چهرش با محمد علی فردین ستاره سرشناس مقایسه می شد. اما او در دهه 50 خودش را به عنوان بازیگر سینما تثبیت کرد. نام اصلیش عباس رضایی وثوق بود و به گفته خودش با حضور در تئاتر دبیرستانی و پیشاهنگی بازیگری را آغاز کرد. سپس به عنوان بازیگر تئاتر زنده برای تلویزیون ملی ایران فعالیت می کرد. او از پرکارترین بازیگران مرد سینمایی پیش از انقلاب ایران بود که طی 15 سال فعالیتش در بیش از 90 فیلم سینمایی بازی کرد. اما مانند بسیاری دیگر از بازیگران فعال پیش از انقلاب، اجازه پیدا نکرد تا کارش رو بعد از انقلاب ادامه بده و به ناچار 4 دهه اخیر رو دور از وطنش در تبعید گذروند. منوچهر وثوق رو میشه از نمادهای بازیگری سینمای تجاری ایران دونست. با این همه ایفای نقشش در چند فیلم مانند بدنام و کاکو، هر دو به کارگردانی شاپور غریب و زن باکره به کارگردانی زکریا هاشمی، تونست بخشی از توانایی های اون رو در آثار به نسبت متفاوت سینمای تجاری نشون بده. منوچهر وثوق بعد از خروج از ایران از بازیگران مجموعه نمایش طنز واریته آخوندی بود. سال 1343 شروع فعالیتش در سینما رو با بازی در فیلم جاهل‌ها و ژیگول‌ها آغاز کرد. با مرد نامرئی ساخته ی اسماعیل کوشان در سال 1345 حرفه ی بازیگری رو ادامه داد. در طی 2 دهه حضور مستمر در سینما، در 86 فیلم به بازیگری پرداخت و همزمان با انقلاب اسلامی برای همیشه از ایران به انگلستان مهاجرت کرد. او که در روزهای آخر عمرش مشغول فعالیت در شبکه من و تو بود، گفته شده پدر ناتنی کیوان عباسی مدیر این شبکه هم بوده. ایشون در مصاحبه‌ای گفته کار تئاتر رو در مدرسه آغاز کردم و بعد از کارهای بسیاری که انجام دادیم برای سازمان پیشاهنگی اون زمان برنامه اجرا کردیم، تا اینکه با جمعی از دوستان گروهی رو جمع کردیم که اون زمان در تلویزیون آقای ثابت پاسال تئاتر اجرا می‌کرد. اون زمان ویدیو و دستگاه ضبط نبود و ما وقتی می‌خواستیم تئاتر اجرا کنیم باید از صبح می‌رفتیم اونجا و زنده اجرا می‌کردیم، تا اینکه آقای حسین مدنی تصمیم به ساخت فیلمی گرفت به نام جاهل‌ها و ژیگول‌ها. منم جزء یکی از سیاهی لشکرها انتخاب شدم. البته داستان برگرفته از چیز دیگه‌ای بود که ماهیت قصه فیلم توی محله و برخورد این دو گروه رو نمایش می‌داد. آخرای فیلم جزء یکی از مهره‌های اصلی فیلم شدم که با خواهر یکی از جاهل‌ها در فیلم ازدواج کردم و قرار بود نقش دوم و سوم باشم و آخرا شدم نقش اول فیلم. بعد از این فیلم برخی کارگردان‌های مطرح اون زمان مثل کمپانی پارسپین و آقای ژورک با من قرارداد امضا کردم. فیلمی بازی کردم به نام دختر کتخدا و همینطور رفتیم جلو تا اینکه 35 ساله که بودم اتفاقات عجیبی در ایران افتاد. توی اون سالها سینما حدود یک سال تعطیل شده بود و فیلمسازی کم بود و در نتیجه تصمیم گرفتم از ایران برم بیرون و تنها چیزی که می‌دیدم اون موقع و یادم همیشه نظامی‌های زیادی در خیابون بود و ماشین‌های پلیس خیلی زیاد بود. حتی یه روز که به سمت شمال در حرکت بودم به اتفاق خانواده و دوستانم شنیدم که سینما رکس آبادان رو آتیش زدن. من از ایران خارج شدم اما مرتب اخبار رو دنبال می‌کردم و نگاه می‌کردم تا زمانی که دیدم شاه از ایران رفت و انقلاب شد. من همونجور که در رسانه‌های خارجی پیگیر اوضاع و احوال مردم و انقلاب کردنشون بودم،
فهمیدم که بعد از رفتن شاه دولت پهلوی سقوط کرده و رهبر ایران عوض شده. چند ماهی در بریتانیا بودم تا اینکه از ایران تماس گرفتن با من که میتونی برگردی ایران. البته اون موقع بیش از پیش نگران بودم و راضی شدم برگردم. به خاطر اینکه وطنم بود و برگشتم و فکر میکردم که کسی کاری نداره با ما و من برگشتم ایران. توی فرودگاه منو گرفتن و یادمه چون پسوند فامیلی من یه رضایی اضافه داره و نمیدونستن چون همه منو به اسم وثوق میشناختن، مأمور فرودگاه پاسپورت منو که دید توی بیسیم اعلام کرد یک بازیگر طاغوتی رو گرفتیم که پاسپورت جعلی داره و من بهش توضیح میدادم اسم من منوچهر وثوق توی سینماست و مستعاره، اما قبول نمیکرد. به هر حال رفتم توی یه لیستی که کلی اسامی توش بود، گشتن و اسم منو ندیدن توی اون لیست و بعد از کلی معطلی یه تعهد گرفتن و منو آزاد کردن. از فیلمای معروف منوچهر وثوق به فیلم آسی در سال 51 میشه اشاره کرد که در کنار ناصر ملک مطیعی و پوری بنایی ایفای نقش پرداخت و با فروش خوبی که داشت مشخص شد که این زوج سینمایی طرفداران خودشون رو پیدا کردن. در سال 52 در فیلم امیر شروان باز همین زوج هنرمند کنار هم بازی کردند و فیلم ناخدا روی پرده نمایش ظاهر میشه. منوچهر وثوق با سابقه نقش‌های مثبت در سینمای خودش تونست در این فیلم نقشی متفاوت با گذشته منفی هم بدرخشه و محبوبیت بیشتری برای خودش در سینما به دست بیاره. منوچهر وثوق در سینمای اون موقع در دهه 50 که به سینمای نسل نو یا سینمای موج نو معروف بود، توسط کارگردان و بازیگری به نام زکریا هاشمی دعوت به بازی در فیلم زن باکره شد. در این میان انتخاب وثوق که در اون دوره مطرح و شناخته شده بود، کاری با ریسک بالا در موضوع متفاوتی از فیلم بود که هاشمی این فیلم رو تولید کرد. در اون فیلم مرتضی عقیلی، خانم اسکویی و فرامرز صدیقی و مهدی فخیمزاده ایفای نقش پرداختند که نتیجه اون فیلم با استقبال خیلی خوبی همراه شد. منوچهر وثوق در پیش از انقلاب سه فیلم در سینمای ترکیه بازی کرد که سه دل باخته معروفترین اونها و پرفروشترین این فیلم ها شد. اما ودا با پیکر منوچهر وثوق درگیر حواشی زیادی شد. پیکر او در مراسمی غیر مذهبی در آرامستانی در انگلستان با جمعیت اقوام و هوادارانش وداع تلخی داشت تا برای گرامی داشته او با پیکرش برای همیشه خداحافظی کنند. اما مراسم او با فیلمی قدیمی از اون آغاز شده بود، هنرمندانی که عاشقش بودند. هواداران و کسانی که با او در ارتباط بودند با خاطراتی از او یادش را زنده نگه داشتند. کسی که تا آخرین روزهای عمرش عاشقان ایران رو می پرستید. اما پیکر منوچهر وثوق بنا به وصیت خودش به آتش سپرده شد تا یادش برای همیشه در قلب هوادارانش جاودانه بشه. بازیگری که علارغم زندگی متفاوتی که داشت، مرگ او هم متفاوت با سایر بازیگران و هنرمندان هم عصر خودش بود. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.